من میخوام در این ایام مقارن با روز مهم کارگر به همه کارگران تبریک بگم، به همه پزشکان تبریک بگم، به همه پرستاران تبریک بگم، به همه کشاورزان که الحمدلله این روزها ما شاهد محصول خوب کشاورزی در کشور هستیم. و این نکته خیلی مهمی هست، ما الان در یه شرایطی هستیم که اگر رو پای خودمون نیستیم، تأمین برخی از مواد با داشتن پول و امکانات هم بسیار سخت و گاهی ناممکنه. یعنی ما اگر بنا بود در مواد غذایی نیاز داشتیم به بیرون، به خارج، حتی اگر پولش داشتیم، حتی اگر مشکل بانکی هم نداشتیم، حتی اگر مشکل حمل و نقل هم نداشتیم، مشکل دریایی هم نداشتیم، همه چیزم آماده بود، امروز مواد غذایی به این راحتی در اختیار دیگران قرار نمیدن. شرایطی شده که همه کشورها چند برابر اونچه که قبلا ذخیره میکردن امروز دارن ذخیره میکنن. ذخیره سازی در داخل کشورها افزایش پیدا کرده. این مواد غذایی یا شدیدتر از اون مواد دارویی و پزشکی هست. امروز ما ونتیلاتور خودمون تولید میکنیم. حالا رقمی که چند روز پیش یکی دو تا از شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردن رقم بسیار خوبی بود، تقریبا نیاز کشور رو دارن تامین میکنن. خب حالا اگه امروز ما نمیتونستیم تولید کنیم، میخواستیم ونتیلاتور بخریم، حالا فرض کنید اصلا پولم داشتیم، پولم در اختیار ما بود، روابط بانکی ما مشکل نداشت، معلوم نبود که چند کشور در دنیا هستند که این دستگاه تنفس مصنوعی رو به ما میفروشن. اگر ما امروز ماسک و گان و همه لوازم و تجهیزات لازم برای پرستاران عزیز و پزشکان ما در داخل نمیتونستیم تهیه کنیم، معلوم نبود به راحتی ماسک مورد نیاز پزشکان ما، پرستارهای ما به راحتی وارد کنیم. الحمدلله امروز یک آرامش نسبی در جامعه ما وجود داره. مردم آرامش دارن که اگر نیاز داشته باشن به مواد ضروری غذاییشون در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر نیاز داشته باشن به وسایل بهداشتی در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر مردم نیاز داشته باشن به تخت بیمارستانی خدای ناکرده موجوده. اگر روزی نیاز پیدا کنن خدای نکرده به تخت ویژه، شرایط مهیاست. این در پیشگاه خداوند شکرگزاری داره.